میران، میران، ریحان. بابا پاشو، همه دارن نگامون میکنن. طاقت بیار ریحان، طاقت بیار. ریحان، ریحان، یالا چشماتو باز کن. تو رو خدا ریحان، چشماتو باز کن. ریحان، چشماتو باز کن. ریحان، 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 ریحان. نه، نمیر، نمیر، نمیتونی بمیری، نمیتونی. ریحان، ریحان،
به من دست بزن، به من دست بزن. ریحان، ریحان بایسا، ریحان. بابا خوبی؟ ببرمت بیمارستان؟ میرم خونه خزر. ببینم خوبی دیگه؟ خوبم، کاری که گفتم رو بکن. در رو باز کنید، باز کنید، در رو خدا باز کنید. شما اصلا راه ندارید. قندان، یاران، در رو خدا در رو باز کنید. بذارین برم پیش بچم، دخترم رو بدین، دخترم رو بدین. هیچ کدومتون رحم و مروبت ندارم. اصلا بذار اخراجم کنن، دیگه طاقت ندارم. من در باز میکنم. دختر ملکه، بدش به من، برزه اینم نداشتی. تو میخوای باز کنی؟ آره. نمیترسی؟ چرا باید بترسم؟ بده، اونا باید بترسم. برو کنار. ملکه، ریحان کجاست؟ تو رو خدا بهم بگو دخترمو کجا بردن؟ نمیدونم آجی، اگه میدونستم نمیگفتم. خندان، پسر دخترمو کجا برده؟ خندان، شما جون دخترمو گرفتی. خندان، به پسرت زنگ بزن همین الان دخترمو بیاره. اگه یه چاره موش کم شده باشه امارت رو آتیش میزنم. به خدا قسم این امارت رو با همه یه احالی. بس دیگه، به خودت بیا زهرا. اگه اون بچه تو ای، پس بچه من چی؟ همه این اتفاقا به خاطر اون دختر بیشور تو افتاد. پسرم رو بیچاره کردی. دختر بیگناه منو با دستای خودتون فرستادیدش سمت من. الان بهش زنگ بزن دخترم رو بیاره، وگرنه همینجا با دستای خودم میکشم. زنم رو ول کن، چیکار میکنی؟ زنگ بزن آزاد، دست نگه داره. یالا ریحان صبر کن. ریحان وایسا، ریحان، ریحان. ریحان، دستشونه من چی میکنم؟ حتی نزاشتی بمیرم. یه بار اون اشتباه ها کردم، ببین چی شد. داداش کجایی؟ بگو گوشی رو بده به دخترم، میخوام صدای ریحانو بشنوم. زنمو وایسا،
داداش ریحان رفت. ریحان رفت. الو، به خاطر اینکه دخترم مال تو نشد نکشتیش که نه؟ آخه مگه میشه زنم؟ مگه من دلم میاد؟ از دستم سر خورد رفت. چی داری میگی؟ یعنی چی از دستم سر خورد رفت؟ خودشو از پل انداخت، نتونستم بگیرمش، میرانم پشتش برید، ولی نیومدن بیرون. زهرا؟ دخترم! زهرا! چه خبره؟ بایستو زهرا، زهرا، خوب رو کنم زهرا. همش تقصیر توه، دخترم به خاطر تو مرد، بدون اینکه بدونی جریان چیه جونشو گرفتی، مثل ازرائیل جلوش ظاهر شدی، فقط میخواستی جونشو بگیری، میکشمت، بلن کنی، میکشمت! خزار، زن تو از اینجا ببر یالا. جونشو گرفتی، تو هم مقصری، قسم خورده بودی جونشو گرفتی، جون دخترمو گرفتی، قربونش کردی، تو هم مقصری، باید حساب پس بدی. قربونت برم، به خودت بیا، چرا اینجوری میگی؟ یعنی چی مرده؟ چی شده؟ آزاد گفت ریحان بریده تو آب، میرانم بعد اون خودشو انداخته، هیچ کدومشون هم دیگه نیومدن بیرون. دخترم نه، ریحان نمرده. ریحان نمرده، هنوز زنده است. تو از کجا میدونی؟ میگم با گوشای خودم شنیدم، آزاد کلی دنبالش گشته پیداش نکرده. ساکت باش، گوش کن، آزاد عمدن اینجوری گفته، خواسته بابامو دست به سر کنه. آزاد عاشق ریحانه، تو همینا میدونی، برای اینکه از ریحان محافظت کنه اینجوری گفته. من عمدن ریحانو بهش سپردم. باز پیداش کن، برو دخترمو پیدا کن. آقا خزر، من تا نبینمش صداشو نشنوم هم باور نمیکنم. آروم باش، پیداش میکنیم، قول میدم پیداش کنم. پیداش کن. باشه، آروم باش زهرا. خیلی درد میکنه؟ من در مقابل عذابی که به هم دادی چیزی نیست. نمیتونی راه بری. چی کار میکنی؟ پاتو میبندم فشار بهش نیاد. به من دست نزن. بیا کفشمو بپوش. نمیخوام. کولت کنم؟ کمر تعامل باریکی رو دوش منه رو نداره. ریحان بس، من چی کارت کردم؟ ها؟ از جون من چی میخوای؟ اومدی تو زندگی، قلبمو گرفتی، معصومیتمو گرفتی، تصاحبم کردی، بعد یه روز صبح برای من قیامت به پا کردی، حالا نمیذاری بمیرم، نمیذاری تموم بشه. Thank you.
برگشتم، دیگه اومدم. اگه این دیوارو زبون داشتن، چه چیزایی که تعریف نمی کردن. از اونایی که باعث شدن رو خوشبختی و قهقه هام مثل خون عشق بریزم، انتقاممو گرفتم. آفتاب روی عشقایی که ریختم طلوع کرد. از این به بعد دیگه غمی ندارم. شاید صدای بچه هام نه، ولی صدای نوه هام تو این حیات میپیچه. داداشم برام درستش کرده، خوشت اومد؟ هر چیزی که انتظار بکشه سرد میشه، کوه نمیشه. من منتظر موندم ولی دلم اصلا خنک نشد، غمم اصلا کهنه نشد. هر روزی که از خونم دور بودم به اندازه یه سال منتظر موندم. من عزیزه اصلان بی هر چیزی که دارم با چنگ و دندون به دست آوردم. دیگه الان برگشتم به خونم، به خاکم برگشتم.
بذاری اینجا. اینجا اینجا. آره زود بذاریش. بالشتش هم بذار. بذار همینجا. زود باش محمود. بیا اینجا اینو باز کنیم. بیا. انتقامشو گرفتی. چه کار کردی خانم جون؟ چه کار کردی؟ بسه. نمیتونی هیچ جا بری. بفهم دیگه. بفهم دیگه. ولم کن. خدا رو شکر قبل همه پیداتون کردم آقا. خیلی ترسیدم. همه دنبالتون میگردن. آزاد فکر میکنه که مردین. اگه بچه های ما پیداتون کنن ریحانو میکشن. فری، یه خونه لازم داریم. جایی که هیچکی نشناسه و نتونه پیدامون کنه. نگران نباش، داریم میریم اونجا. نوشه جو. نه، من میرم میپرسم چی شده. میران کجاست؟ بشین سر جات. چرا بشینم؟ اومد رفت بالا، هیچی هم نگفت. شوهر من کجاست؟ گذاشت رفت، هیچ خبری هم ازش نیست. الیف؟ کجا بودی؟ کی رفتی بیرون؟ الیف، چرا پریشونی؟ خوبه بالا، تو خونه هیچکی من آدم حساب نمی کنه. معلوم نیست چه شده. به تو چه؟ ولش کن، بذار همدیگر رو بخورن. یعنی چی ناموستونه گرفتی مامان بزرگ؟ حرفایی که به اونا زدی و شنیدم. گفتی اصلان به یا ناموستون رو گرفتن. چی کار کردین؟ باید بهم بگی چی کار کردین. نمیخوای چیزی بگی؟ نمیخوای نگام کنی مامان بزرگ؟ از این به بعد بدون اطلاع من از خونه بیرون نمیری. حقمه که بدونم چی شده. پاتو از گلیمه دراز نکن. برو تو اتاقت. الیف، تو این دنیا خونواده از هر چیزی مهمتره. اینو اصلا فراموش نکن.
یه چیزی میگم همتون خوب گوش کنین. برامون تله گذاشتن، بلایی سرمون آوردن که رومون نشه از خونه بریم بیرون. بدی از بین نرفته، بدی 27 سال یه گوشه قایم شده منتظر مونده. دندوناشا برای کندن گوشت ما تیز کرده، تیز کرده. بابا چی داری میگی؟ تا امروز کی تونسته به ما دست درازی کنه؟ دشمنای خونیمون. اصلان به یا برگشتم. اصلان به کیه؟ از این لحظه به بعد همه تون باید مراقب باشین. چشماتونو بازا، گوشاتونو تیز کنین. دشمن تا خونمون نفوذ کرده. بابا مگه دفعه زمین تموم نشده بود؟ مگه اینا نرفته بودن؟ مگه رگ و ریششون خوش نشده بود؟ دیگه چیو میپرسی جهان؟ خوش نشده که برگشتن، بعد 27 سال اومدن ازمون انتقام بگیرن. اون بی‌ناموس میران اکسو نبوده، میران اسلام بی بوده. میران؟ بعد از اون نه ریحان میمونه نه خانواده شادوغلو، کل مدیات رو سرشون خراب میشه. یعنی چی آقا خزر؟ بگو ببینم یعنی چی؟ کی از کی انتقام چی رو گرفته؟ به هم بگو! چه دشمنی بوده که این همه سال منتظر بودن؟ شما ها چه بدی کردین که انتقامشون رو از دختر من گرفتن؟ خزر! زن تو بردار ببر، یه بالای سرش میارم، ببرش! نمیرم! باید هر حرفی که دارین و جلوی من بزنین! نمیرم! دارید! همه تو بیرون! من میام پیشت، فقط پسرم بمونم. زود باشید، زود باشید، برید، برید. میرم، ولی اینو فراموش نکن، اون دختر بچه من، من نه تو. از آزاد خبری نشد؟ بله بابا، ریحان از پل پریده، میران بیشرفم پشتش پریده، چفتشون هم نیمادن بیرون. پسرت ارزه یه کار رو ندونه. آدم رو جمع کن برا. اگه مردن جسدشون رو بیارن، اگه زندان یه تیر تو مغزشو خالی کنن تو بمیرن، بعد بیارنش. آخه چرا؟ چرا؟ یکم پیش خودت گفتی دختر منو قربانی کردن. دختر من بی گناهه، هیچ تقصیری نداره. چرا ریحان باید بمیره؟ خزار، از این به بعد دختر تقصیر داره یا نداره مهم نیست. ناموسش لکه‌دار شده یا نه؟ آخه بابا، حرف نزن، ساکت میشی. ناموس خانواده شادوغلو لکه‌دار شده، هم ریحان هم میران هر دو باید بمیرن. بابا حق با داداشمه، یعنی اونا ما رو بازی دادن. ریحان از گوشت و پوست ماست، نه که گناهی نداره، چرا بکشیمش؟ تو کی هستی که با تصمیم من مخالفت میکنی؟ میگم پیداشو کنین، بکنین. میگم باید بکشینشون، بکشینشون. منم برفان عموش که جای پدرشم حساب میشم، اجازه یه همچین کاری رو نمیدم. بابا، کسی از تو اجازه نگرفت، حد تو بدون. برو بیرون، تا پیداشونم نکردی بر نگرد. جهان خزار، اگه اون هرزه که میگی دخترمه تقاسی پس داده، اماش تقصیر توه. بچه ها تقاس گناه باباهاشون رو میدن. اگه من گناهی میکردم تو پس میدادی، ولی تو گناه کردی، ریحان پس داد.